سازمان آمریکایی ها برای دموکراسی و حقوق بشر پرونده بازداشت و شکنجه سید هادی احمد نوجوان 15 ساله بحرینی را طی گزارشی منتشر کرد. در این گزارش آمده است که سید هادی احمد نوجوان بحرینی در نیمه شب 13 دسامبر سال 2016 در منزل پدر در شهرک بنی جمره بازداشت شد. نیروهای امنیتی بحرین به زور وارد خانه شدند و او را از خواب بیدار و بازداشت کردند تا سه روز هیچ کس از سرنوشت سید هادی خبری نداشت و تا روز 9 ژانویه سال 2017 همچنان اجازه ملاقات با خانواده به او داده نمیشد. بر اساس این گزارش نیروهای امنیتی بحرین در این مدت ویرا از مشورت‌های حقوقی ملاقات و هرگونه ارتباط با خارج از زندان محکوم کردند و نشانه های شکنجه برای صورت و بدن او نمایان بوده است در نیمه دسامبر سال 2017 میلادی و پیش از آغاز دور دوم شکنجه ها نیروهای امنیتی بحرین سیدهادی را به مدت دو روز به زندان انفرادی حوز و جاف منتقل کردند و پس از آن او را به بخش از زندان که ویژه متهمان بزرگ سال است بردند از 21 ژانویه 2018 میلادی سید بار دیگر از نگاه ها دور بوده به گونه ای که دستان او بسته و از هوای آزاد محروم بوده است این نوجوان بحرینی به علت شکنجه های مختلف دچار ضعف بینایی شده و نیازمند عینک طبی است و علی رغم شکایت های مختلف هیچ اقدامی در این زمینه افسوی مسئولان زندان صورت نگرفته است وی به اتهام واهی منفجر کردن مخزن گاز به سه سال زندان محکوم شد که این حکم در دادگاه تجدید نظر به دو سال زندان کاهش یافت. اتهام های دیگری مانند تشکیل گروهی به منظور تأمین مالی و کار گذاشتن مواد منفجره متوجه این نوجوان پانزده ساله است که همچنان در انتظار محاکمه به سر می سازمان آمریکایی ها برای دموکراسی و حقوق بشر در پایان گزارش خود خواستار لغو حکم بازداشت سید هادی و محاکمه عادلانه و منصفانه او شده است.